سلام توتونا، چطورین؟ مهرانم، خوش اومدید به ویدیو جذاب و مواجه دیگه. بچه ها در خدمتتونیم با یه ویدیو بوم و خفن. امروز میخوایم آموزش بدیم که چطوری از مید لدر خارج بشین، چطوری دکای زده مید لدر رو شکست بدین با یه سری ترفندهای ناب، یه سری رازهای خفن که امیدوارم حتما حتما به دردتون بخوره. اول لایک کن، اگه از ویدیو خوشت اومد کامنت بذار، و اگه جدیدی ساب کن و اینکه به چنلمون خوش اومدی. آقا ویدیو رو برای رفیقاتم بفرست و تلگرام و اینستاگرام بنده رو اگر نداری توی دیسکریپشن ویدیو هستش حتما حتما حمایت کن. عشقی، دوستت دارم. بریم سراغ ادامه ویدیو. بچا با دکه اصلی می‌خوایم بریم سراغ میدلدر رو آباد کنیم. البته اگه دکای اونجور مونجور نخوره دیگه، بونجول میگن، چی میگن، هر چی میگن. خب بچا گالم دارم، نایت ویژن هم دارم. اینجا قوانین فرقی نمی‌کنه، گالمو میندازم، ولی با این تفاوت که احتمال اینکه از لاین مخالف یه دفعه نیرو رو خالی کنن زیاده توی میدلدر. تامستون رو میندازه از عقب و من الان باید نایتیش رو با فاصله یه مقدار بندازم. تامبستون رو بعد انداخته، حالا میدلدر دیگه یه دفعه نیوخون راکت و تامبستون، اینجوریه دکای میدلدر بچه ها. و خیلی هم تو مخند یه بمبر میندازم این بمب تاورش اذیت کنه. و حالا الیس برابر رو میندازم برای اینکه بره تو دانس حمله. الان گالم بمیره یا بهتره که اون اسکلت هم از بمیرن و اینکه زب فکر نکنم بخواد بچه ها، زب نمیخواد. نه خب الان هم یه لامرجک میدازم، یه دونه مگامینیون دستم روی زب، یه موقع اسکلتانی بچی مینیون هوردی چیزی انداخت، یه زب میزنم رو ماسکیتر دیگه تموم کارش. و دکای میدلدر رو نمیشه پیش بینی کرد بچه ها، خیلی معدود پیش میاد که دکاشون جهانی باشه. مثلا اینو دیدین که بچه ها یه دفعه دیدین که ماسکیته رو نمیدونم راکت و بمب تاور و این داستانا هست دیگه، شما باید باش کنار بیاین. بریم سراغ مچه بعدی. امیدوارم پکا پویزنی، بیا پکا مگانایتی، یه دونه ویچدار و ویزارددار و صدای ماشینا هم که میشتویم بازارگاری خودتون ببخشید. فکر کنم لاگویتی چیزی باشه. اوخ گوبلین 14 بچه، خیلی کارمون سخته، افتضاح کارمون برای این بازی سخته. گالمو میندازم، لولش کارتاش همه چیش بالاتر از ماه. خب والکری میندازه دکش، فکر کنم آره لایک بیت دیگه، یا مثلا میتونی یه دکه دیگه هم باشه چون به مید لدر نمیشه اعتماد کرد، چون نباید به مید لدر اعتماد کنید. یه دفعه میبینی دفاع رو ول میکنه، کارت میریزه برای حمله ولی میدونه سیو میشه. اصلا خیلی عجق و عجقه، نگاه کن تو سطح بلی دادنش. مگا مینیون رو زب میندازم، امیدوارم گالم از بین نره. خب یه دونه ارو میزنم که هم گارد هم پرنسس بره، ببینیم تابرش میره یا چی. راکت اکسیرش، اکسیر راکت نداره، بله تابرش میره. بچا لاگ بیت هم خیلی مشکل دارین، حتما این بازی رو نگاه کنیم، چون لاگ بیت بچا 55 45 60 به 40 ما زدیم. نمیدونم چرا اینقدر توی کامنت های ویدیو ها میگین لاگ بیت بذار، لاگ بیت بذار، دلیلش رو من نمیدونم، ولی خب به احتمال قوی به خاطر اینفرنو تاور باشه که شما درخواست بازی با لاک بیت رو زیاد میکنین، چون این فروتاور رو با فقط یه زب داریم سخته یه مقدار گرفتنش. از یه طرف هم اینکه گارد و پرنسس دو دل میشین با برل کدوم وایر رو بزنید، یه مقدار این به نظرم کارتون رو سخت میکنه. خب یه دقیقه و 25 ثانیه مونده، اسم و این کاف و این داستان ها رو که دیدین میذاریم این ور. صدای ماشین لعنتی هم که اصلا رفته رو مخم، سکتیر کن دیگه. خب بچه گالم انداختم، نتیجه هم انداختم. زمانی که گرفت رو گالم بمبه رو میندازم اینجا با یه زب. خب یک دو سه، همین راحتی این فنوش رفت. شما زمانی که توی دیگه گالم یه تابر میگیرید میدونید دیگه کارتون خیلی راحت تره، حتی اگه دیگه حریف دیگه زدی باشه. بابا نمیخرن برو دیگه. اومده میگه خربوزه خربوزه بلاکن دیگه، خربازه مشهدی بشتی هم به شرط چاقو ببر. آبروی ما رفت وسط ویدیو. آقا این بود مچه دوم که لاک بیت خیلی مشکل داشتین و اینکه عشقین به مالا با این نکات بتر کنید مید لده رو دیگه، به آتش بکشید مید لده رو. بچه بزنیم وسط، گالم داریم، ناتفیش هم داریم و میدونیم که این قضیه تفاوتی نداره، بندیت میزنه یه دفعه میبینی از این بر پر میکنه، مثلا مشخص نیست دیکاشون چیا، فقط پر میکنه. بندیتو که طبیعی دفاع نمیکنم، یه دمیجه ولی بد میشیم دیگه.
بندیتو اینفرنو دراگ و الان باور کن یه دفعه میبینی هوک از جلو ما داریم حمله میکنیم هوک از جلو خیلی بچه اصلا نمیشه میدلد رو پیش بینی کرد. یه لامبل جک با کنان اینه که بده این زده نگاه کنید او مینی پکا دیگه خیلی زده این بازی رو نگاه کنید چون هوک و مینی پکا و اینفرنو دراگ و زب زد این بازی بلده نه ولی خب اینفرنش رفت تاورش میره و بچه ها نگاه کنید با اینکه زد میده شما اگه یه سری ترفندا رو رعایت کنید و بر اساس تجربه بر اساس هر چی یه سری نکات رو رعایت کنید راحت از میدلد میاد بیرون و اینو بهتون قول میدم اینجوری نیست که میاد میگه خیلی اومدم پی وی مهران چرا اینقدر میدلد رو زد میده گالم توی تاپ لدر جواب بچا توی تاپ لدر خیلی وضعیتش بدتره به نظر من اینجوری نگی که توی تاپ لدر جواب نه نیست و این از این مچ سوم دیگه مچ سوم بود دیگه الان ببینیم سراغ مچ چهارم بریم و ML سالوادور امیدوارم یه دیگه فولزت بخوره خیلی دوست دارم یه دیگه فولزت بخوره اصلا ببازم مهم نیست فقط یه مقدار شیوه بازی کردن و جلوی دکای فولزت یا دستاز فولزت مثل یاد بگیریم قبلی زد بود ولی فولزت نبود میدونی چی میگم و نمیدونم چرا کارتی نمیندازه خب لاک میزنه ادای پرو رو در میاره ولی اوه ویچ حالا مثلا یه پکایی پویزن چیزی داشته باشه خوبه لامبرجک تا الان زده خوبه مثلا یه اسکلتارمی اوه حس میدادم دکش بچه از اون دکاییه که خیلی سخته زدنش ببینید تقریبا فول زده دیاره و یه دمیج خیلی خفن از جفت آبه الان یه دفعه پر نکنه یه دفعه ببینید اکسیریش پره اوه خطری شد خطری شد ارو 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 بنازم دفاع والکری دوتا میزنه فکر کنم دوتا زد بچه ها خوب خوب شارژ ما هم کمه خب میریم تو دانس گالم وای وای نت رفت وای نت رفت وای وای ای خدا نتو نگاه کن داریم به کجا میریم پلیرهای خارجی دارن اونجا با 6 تا دونه تبلت و 6 تا آیپد و لپتاپ و پی سی و فلان و بسار دارن رنگ که میزنن عروسی دارن میگیرن به خاطر رنگشون حالا ما با این وضعیت رنگ میزنی قدر خودمون رو نمیدونیم این هم که حریف دیگه شل کرد دیگه شل کرد و لذت برد آقا من دوست دارم یه پیکا بخوره مثلا یه پیکای ویچی ویزارد یه چیزی چون توی میلددر زیاد از اینا میبینیم حالا شاید شانس ماه شانس گوه ماه نمیدونم بریم سراغ بچه بعدی با گودرت آرون سید آرون راسل بس آقا یه زب بزنیم کارتامون سایکل بشه مجیک آرچر ایشالله که پیکا بیرج اسپر میشیدی بخوره یه خشنگ جگرمون در بیاد جگر از عقب که آرچر رو میگم آرچر what the hell what the hell what the hell تا الان که نمیشه چیزی گفت راجع به دکش یه الیت بربر اوه مگانایت اوه خوبه خوبه از این دکا دوست دارم دکا اوه بینی بگاه از این دکای فولزت دوست دارم خوبه با یه بومبر میگیرم لاگم میزنه که موقع اسکلتارمی چیزی فکر کرد دارم ولی ندارم خب الان گالمو میندازم ببینیم چی میندازه فعلا بچه اکسیرش از ما کمتره خود طبیعتاً به خاطر اینکه مینی پکا با مگانایت و این داستانا رو انداخت و اوخ اوخ مگی کارچه بی بی دراگ هم داره و جفتشون با هم بندازه او ویچ وای 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 غیر قابل پیش بینی این دکای مید لدر بچه یه دفعه میبینید ویچ و مگانایت و
ماجیک آرچر رو نمیدونم این داستان رو هم داره. الان نتیجه باید تاور بگیریم در این حد. این دیگه چه سمی بود؟ یه شک بدیم انشالله که نپره. به حال نیپره. خب دفاع نمی کنم، دفاع نمی کنم، اما مهران دفاع نمی کنه. میریم تو دانس گالم، میریم چیکار میکنه؟ احتمالا بیاد برای حمله یا نه. یویویچی ماجیکارچر چیزی از عقب بندازه. خب ماجیکارچر از عقب میندازه، ما نایتیچمونو میندازیم و این دکای میتلدر خیلی سرطانه. الان من دوست داشتم بچه دک حریف رو من داشتم، حریف گالم بود، خیلی میکسبید. ویچ مینداختم، مگانایف مینداختم، اصلا عروسک. ببینم زب احتمال میخواد الان مگانایف میندازه، برای همین از لاین مخالف فلیت بربر رو میندازم که اکسیر کم بیاره. خوبه خوبه، نگاه کن یه دفعه میری ول میکنه، اصلا فاز اینا رو من نمیفهمم. یه دفعه میری سوپرمن میشن ها، جدی میگم اصلا قابل پیش بینی نیست این دکای میدلدر یا پلیراش. حتی قانونا پلیراش هم که دکای ناجور میشن دیگه. خب بود از این مچ، ببینیم که یه دو مچ دیگه میزنیم اشتغال. بعد شما حمایت کنین، یه لایک بذارین، یه کامنت بذارین. بچا یه دفعه میبینید 300 نفر ویدیو رو دیدن، 20 نفر لایک کردن. آقا لایک کنین به مولا، یه لایک به ما نمیرسه. عمو مهران یه لایک نمیرسه. خب یه گود لایک میدیم، یه گالم میندازیم ببینیم که چی انداخته هاجی. اصلا اوه ویزارد هاجی، ویزارد، وای وای دکای ویزارد دار. یه ویزارد بذار شو خوش خدا شو لاین مخالفش گالم رفتیم. ببینیم هیچی نمیندازه. بنازم بنازم. اوه پرنسس و ویزارد با هم، چه میبینم در میدلدر ای خدا. سب میکنم هم. یه دفعه دیدیم مینیون ها رو چیدی هم انداخت. به خدا از این میدلدری ها بعید نیست چیدی. میگانایت و ویزارد و والکری و پرنسس. خب دفاع نمی کنم. بریم سراغ یه الیت بربر. دفاع منظورم اون بتساش رو با زب نمیگیرم، منظورم این بود. خب امیدوارم که کارش تموم شده باشه دیگه، تمامه دیگه، یه زب هم میزنیم. بچه توی میدده همیشه شما الیت انداختین یا حمله کردین زب دستتون باشه. یه دفعه دیدی بتس و اسکلت آرمی و مینیون هورد و اینجور داستانا داره. حالا مینیون هورد با هر رو باید بگیریم، بحثش جداست، ولی در کل این که همیشه یه زب دستتون باشه. و بریم سراغ بچه بعدی به مولا. او گالم داریم، نایت پیچ هم داریم، قضیه هیچ فرقی نمیکنه نسبت به تاب لدر. او رم رایدر لاین مخالف پاورن فکر نکنم بره، یه 700 فکر کنم بمونه. خب مگانایت 13 وایجی، مگانایت 13. خب یه الیت لاین مخالف. خب بچه این نیم فکر کنم جهانی باشه دیکش، نمیدونم این زب بزنیم. الیت بربر با ست تا بزنه، الیت بربر هم چون ضعیفه با ست تا بزنه با اون الکترو ویزاردش. خب اون تاور فکر کنم نه 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 نمیره 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 میره میره نه نمیره. گود گیم میده حریف، شل کن داش، شل کن شل کن، لذت ببر جلوی عموم ایران. الان یه دفعه حمله کرد تاور گرفت. خب خب یه گالم میاد تو دانس، و ببینیم که کارتی میندازه یا نه. خب چیزی نمیندازه، گود گیم رو داد دیگه، تمومه و تسلیم میشن اینجور پلیرهای ست پایین. اچه دیدین که میشه از این میت لدرم اومد بیرون، دیدین که چه دکایی داره به من میده. یارو والکری و ویزارد و مگانایت و اینجور داستانا رو با هم داره، ویچ و ماجیک آرچر و بیبی دراگ و هوگ و این داستانا رو با هم داره. ولی خب چی، شما باید همون سطح بازی تو پلی بدی، نامید نشی. میت لدر بچه‌ها یه جوریه که واقعا قابل پیش بینی نیست، غیر قابل پیش بینیه به طور دقیق میتونم بگم. و آره
بریم یه دفعه تا 50-300 بریم دیگه بچه ها. روحایت روحیت حالا هر گفت زهرمانی که هست بچه زب بزنیم که کارتامو سایکل بشه. بریم چه کارتی میندازه؟ لاک میزنه من با یه بومبر میندازم. ماجیک آرچر میندازم از عقب مگا مینیو میندازم. وای آجی وای 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 سم این سم وای وای آجی وای شانس آوردم. یه زب بزنیم اون ویشش رو اذیت. اصلا نرفت سمت ویش اب نداره یه دمیج خوب داد. فکر کنم ببازیم اینو. بومبر برای دیفنس ویچ. خب یه گالم میندازم ویچ آینه ویچ لول 14 حاجی وای. من چه کنم در این مید لدر ای خدا. ماجیک آرچر هم بلده بندازه اونجا. مید لدر دارن شاخ میشن و بچه ها برعکس مید لدر دیگه. خب الان بابا این او پویزن هم داره. وای اخ گرفت رو تاور گرفت تاور. بگی فقط تو تاور بزن فقط تو تاور بزن. اخدا من دیگه رد دادم. الان یه دفعه این آینه میکنه بندی تو این بده این خیلی بده بچه. تاور نباید بدم آقا اخ تاور دادم هیچی بهش کن نه برش کن دفاع کنیم دفاع کنیم. اخ 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 بچه خیلی خطری شد. نزن دیگه جانت ماجیک آرچر. ای خدا ای خدا اخ 18 تا دونه مود. آخ آیه اسپل نداشته باشه بخندم اسپل نداشته باشه بخندم. یه لیتو اول لای مخالف مگا نایت داره مگا نایت داره مگا نایت. اوه خیلی ببرم خوب دمیج داد خوب دمیج داد. یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه وای وای نمیره بجی کار چه بود زپو هرو چون زپو هرم ضعیفه. یه دونه اینجا نایتویش میندازه یه دونه لامبرجک با ارو زپ بینیم. اول یه محاسبه کنیم خود صدادت تا رو میزنه یه دو سه تا هم زپ بزنه کافیه. بچه خیلی دیگه این سرطان رو زد بود و جی جی افتضاح بود. پویزن ویج مگانایت با نیروهای خیلی ضعیف زدیمشون. بریم تو دانس مچ بعدی بچه زب میزنیم کارت همون سایکل بشه دیگه. نیازی به توضیح به دلیل انداختن زب نیست سایکل شدن کارت همین. از عقب نایتیش میزنه امیدوارم گالم باشه یه مقدار بخندیم. البته خندیدن که نه ولی خب اخ بنازم امو گالمه گالم گالم باشه خوبه. خب میتونه گالم کلون هم باشه چون فلای ماشین داره. قبلا یه نسخه گالم کلون بود خیلی مثلا فلای ماشین داستان رو بوش بود. خب خوبه بچه خوبه. او مای گاد یه دمیج خیلی بد شدیم ما اصلا حواسم نبود دیگه. بهش چسبیم بازی بسته دیگه بسته بسته. اکسیرش به نظر میاد از ما جلوتر باشه. خب گالمو میندازیم امیدوارم ناتویش نداز از جلوش گالم لاین مخالف. خب خداش رو با گست اومد گرفت میشه بچه تابرش گرفت چون 5 اکسیر هم داده به اون گابلین نیزه داره قفصه شو میگم چی میگم و میاد تو دانس دفاع خوبه. خوبه خوبه او مای گاد بچه اینا بازی بلدن به مولا به مولا بازی بلدن.
الان زمانی که گالن مرد یه دونه الیت میچسبه، چون نامبر نگاه نمی کنم فلای ماشین داره میگیره، الیتو میندازم بوم برو الیت جر بده، الیت جر بده فقط. بنازم الیت، بنازم الیت، امو الیت، امو الیت، ستون گنگ. بچه این نمیدونم دکش خیلی عجق و عجق باشی میدلده چه سمیه. تازه دارم شما رو درک میکنم، اون حجم از دایرک مهران زد میده چیکار کنیم، تازه دارم درک میکنم شما رو بچه. ولی خب خدایی خودمونیم تاپ لدر بچه، خیلی مثلا زدای جهانی خیلی بد میده بهتون و میدلدرم. اوه پویزرم داره، وای امیدوارم گالم نندازه، گالم بندازه یه مقدار بد میشه. یه مقدار خب از این هم میزم اون چیاشو بگیرم ببینم. اوه اوه بد دادم، هر رو بد دادم. الان یه دونه زب نیازه، به این آزم به این زب، به این آزم به این اموزب، اموزب اسپرم مگه امو میشه، امو اسپرم مگه امو میشه، امو چه سمیه. سه شو سه شو سه شو سه شو 3 2 وان اوه سه شو. بریم 5300 شدیم یه بطل لیگه میخواییم فکر کنم، نمیدونم بریم شدیم. خب بچه ها این هم از 5300 دیگه، یه پوش خیلی خوب در میدلدر بدون باخت. و بچه میدلدر یه راز کثیف داره بذار بهتون بگم، این که بچه ها تحت تاثیر دیک حریف شما نباشید، شما بازیتون رو کنید، شما همون سطح خودتون رو ارائه بدین و شاید بگین مهرام نمیدونم من نوبم نمیدونم فلانم. آقا میدلدر بچه یه جوریه که راحت میتونید بیاید بالا و نمیخوام بهتون بگم که گندش کنم بگم نه سخته، راحت میتونید بیاید بالا. فقط همون سطح خودم، ویدیوهای من رو ببینید، به خود از خودم تعریف نمی کنم، ویدیوهای من رو ببینید شما راحت از میدلدر میاد بیرون. و لایک کن، کامنت بذار، ساب کن اگر جدیدی، عشق منی، دوستت دارم. تلگرام اینستاگرام هم توی دیسکریپشن ویدیو هست، اونجا هم پستای خفن میذاریم. عشق منی به مولا، دوستت دارم، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشی. یا علی مدد، پیس اوت.